اردوان روزبه روزنامه نگار اینجا با ما اردوان این مزار کشته شدگان تبدیل شده به یک میادگاه معترضان و چه کار کردی داره به نظر تا الان در خیزش انقلابی و چه تأثیری داره بر روند گسترش اعتراضات و مخالفت با جمهوری اسلامی محمد من که لیستی تهیه کرده بودم که از حضور مردم بخوام صحبت بکنم ولی من فکر می زمان برنامه اجازه نمیده من این لیست رو واقعا همش رو بخونم به دلیل اینکه بیش از هفت صفحه فقط من فقط نوشتم از ویدیوهایی که دیدم و این نشانه مهمیه ما راجع به انقلابی داریم صحبت می کنیم که فقط در ظرف 6 ماه گذشته بیش از 520 نفر درش کشته شدن و همه این افراد توسط عوامل جمهوری اسلامی عوامل امنیتی اطلاعاتی لباس شخصی و افرادی از این دست به قتل رسیدن بیش از دست کم 20 هزار نفر دستگیر شدن این افراد بعد بعضی هاشون از زندان هایی که بیرون آمدن بعد از چند روز یا خودکشی کردن یا کشته شدن می نشون میده که به هر حال حجم بزرگی از مردم در این خیزش انقلابی حضور داشتن حالا وقتی شما با, با, یک چنین اتفاقی رو هستید که 520 نفر که حداقل ما میدونیم کشته شدن بیش از 60 درصدشون کودک هستند میفهمید که چه غم و چه اندوهی برای مردم حاکم شده و طبیعی است که این مردم از مسیر دیگری دارن وارد میشن میگم من لیست کردم اینجا از شهرهای مختلف از زاهدان از ایزه از تهران از مشهد از شهرهای کوچیک و بزرگ و هر کدوم از این شهرها در این همراهی واقعیت اینه که میخوام بهت بگم مهمترین نکتهش اینه که نه به صورت قشری نه به صورت منطقه که شهرهای مختلف شما فقط کافی بذارید روی نقشه و من این کارو کردم از تهران و شیراز و اصفهان و شهرهای بزرگ بگیرید تا شهرهای کوچیک ایزه دقیقا همونجوری که توی تیتر اخبار آمده بود هر شهری مزاری هست و مردم هم در این مصافرات رو و دارن که به نکته مهم اینه که مردم در هر شهری کشته ای دارند یعنی میخوام بگم که این بیرحمی و قصاوت محدود نبوده به جایی هر شهری که میرید کشته است و این بار وقتی این مردم از شروع این خیزش انقلابی چند کار رو تغییر دادن یک شما اگه دقت کنید در تمام این مزارها هیچ وقت شما مراسم سنتی معمول اشک و آه و نمیدونم صحنه این چنین رو ندیدید مردم... مذهبی هم کمتر اصلا نمی بینید یعنی من تقریبا چون میگم من نمی بینم مردم بر سر، یعنی پدرانی که بر سر بچه... قبر هاشون مادرانی که نمیدونم کیک تولد روشن کردن کیان پیرپلک محسا یا در واقع کسی که اصلا اسمش رمز این انقلاب شده و کسانی دیگری که کشته شدن در مشهد مجرزا رهنور، در تهران اعدام شدن در جایی دیگه این نشون میده که مردم با حضور در این مزار در طول عید دو چیز رو دارن تکرار میکنن و به زبان میارن به زبان حال میارن نکته اول این هستش که اگر نظام باورش بر این هستش که با کشته و کشتار خیابانها رو تونسته خلوت بکنه در واقع این آتش زیر خاکستر وجود داره و این مردم با این حساسیت دارن نشون میدن با حضورشون وقتی کسی از ورامین پا میشه میره بر سر قبر محسا <applause> و اونجا گل میذاره وقتی کسی از شهرهای دیگه به شهرهای کوچکتر میره مردم در سفرهای نوروزیشون برخلاف تفقه قبل عمل میکنه یعنی در برخلاف دفعات قبل که مردم تفریح میکردن جایی میرفتن خلوت باشه دیدنی باشه در مزار این شهرها جمع شده از شهرهای مختلف تا نشون بدن کسانی که در شهرهای کوچکتر مثلا تنها نیستن دقیقا همین که مردم مسافرت میرن اونجا میرن به دنبال یه قبر یه کشته شده مزار کشته میگردن و حضور پیدا میکنن نشانه اینی هست که اولویت مردم از این اتفاق